کتاب مفاوضات، برنامه ای از دکتر سیروس مشکی. کتاب مفاوضات مجموعه است از پاسخ به پرسش‌های مربوط به مواضیع از قبیل دین و فلسفه. این کتاب برای نخستین بار در سال 1908 انتشار یافت. خانم لورا کلیفورد بارنی طی ملاقات‌های مکرر در عکا بین سال‌های 1904 تا 1906 پرسش‌هایی در خصوص مباحث فوق مطرح کرد که در انتها منتج به مؤلفه مزبور گردید. حضرت عبدالبها فرزند ارشد بنیانگذار دیانت بهایی حضرت بهاءالله می باشد که از طرف پدر به عنوان جانشین و مبین آثار ایشان منصوب گردیده است. مسائل تحت پوشش درباره خدا، تکامل انسان، جاودانگی روح، روابط روح و جسم، تناسخ و تواسخ و مسائل مربوط به ادیان دیگر است. تشریحات حضرت عبدالبها نخستین بار توسط منشی ایشان نگاشته شده و در سال 1908 به چاپ رسیده است. دوستان عزیز، الله پا، بسیار خوشبختم که بار دیگر این توفیق رو دارم که در خدمت شما یاران گرامی هستم و ما همچنان به ادامه مطالعه کتاب مفاوضات میپردازیم. در هفته گذشته ما فصل 81 رو تحت عنوان مسئله تناسخ آغاز کردیم و چند پاراگراف از این فصل رو زیارت کردیم. امروز و امشب به دنباله این فصل از پاراگراف 8 به بعد میرسیم. من باید اینجا این نکته رو یادآوری کنم که در این هفته های اخیر ما وارد یک سری مباحث بسیار عمیق و دقیق فلسفی شدیم که حضرت عبدالبها تشریح می‌فرمایند و به عنوان مثال در همین مسئله تناسخ، برای اینکه دنباله بحث روشن بشود و مشکلی پیش نیاد از لحاظ درک و استنباط موضوع، یادآور میشم که حتما قسمت قبلی رو مطالعه بفرمایید و توجه بفرمایید تا ادامه بحث روشن‌تر باشه. ضمناً دنباله این بحث به خصوص یکی دو پاراگراف بعدی واجد مفاهیم خیلی عمیق و والای فلسفی است که خب البته در حدی که این بضاعت مزجات بنده اجازه میده و این فرصت کمی که داریم من تحلیل میکنم، ولی این رو باید توجه بفرمایید که اینها در واقع مثل دامن تر کردن است به آب دریا و من توصیه میکنم که علاقمندان مطالعات خودشون رو ادامه بدن و توجه بفرمایند که این مسائلی نیست که واقعا به راحتی و با چند دقیقه بشود بررسیش کرد. اما برای اینکه دنباله فصل 81 مطالعش آسان تر بشود به اصطلاح، من لازم میدونم که چند واژه دشوار رو پیشا پیش معنی کنم و تفسیر کنم و دوستانی که علاقه من هستن خواهش میکنم که یادداشت بفرمایند که بعدا در مراجعات بعدی کارشون آسان باشه. البته ما در قسمت قبل گفتیم که هیکل مبارک اشاره فرمودن که تناسخیون یعنی کسانی که معتقد به برگشت ارواح هستند و به یه شکل جدیدی میگویند که انسان ها برمیگردند به دنیا، به دو دست هستن. گروهی هستن که معتقدن جهنم و بهشت مردم در همین دنیاست و به همین دلیله که باید اونها برگردند اگر که در زندگی نخستشون گناهکار بودن یا خطاکار بودن، برمیگردن به یه شکل پایین تری، مثلا از درجه انسانی به حیوان تنزل میکنند یا همینطور پایین تر، که اگر که این رویه رو ادامه بدن این رو بهش تواسخ گفته می شود، یا اینکه معتقدن که افراد گناهکار برمیگردن به این دنیا برای اینکه عذاب و یا
پاداش دوره قبلشون رو ببینن. بنابراین گروه اول تناسخیون کسانی هستن که معتقدن بهشت و جهنمی در جای دیگر نیست و همین عالمه و بازگشت های مکرر آدم ها به این عالم هست در شکل های بهتر یا برتر یا بدتر که اونها رو به عذاب میرسونه یا مجازات و مکافات اعمالشون رو میده. و گروه دیگری هستن که معتقدن از تناسخیون که جهان دیگری وجود داره ولی انسان ها باید مرتب به این دنیا برگردن به اشکال مختلف تا به تدریج روحشون صاف بشود، صافی بشوند و به کمال برسن تا بتونن به جهان بعد وارد بشون. بنابراین در هر دوی این معتقدان به تناسخ بحث بازگشت به این عالم مطرحه. منتها گروهی معتقدن که در همین عالم بهشت و جهنمه و این رفت و آمدهای مکرر باعث میشه که مردم مجازات و مکافات خودشون رو ببینن در زندگی های قبل هرچه کردن. و گروه دیگه معتقدن که مکرر به این عالم میان و میرن تا به تدریج به اون خلوص و صفا و روحانیت برسن تا بتونن بعد برون به عالم بعد. خب این خلاصه مطالب جلسه قبل بود. ما به فصل به پاراگراف 8 میرسیم. اما لغاتی که میخواستم مایل بودم قبلا یادآوری کنم راجع به معانیشون، کلمه تجدد که در اینجا ما داریم یعنی جدید شدن، نو شدن، باز سازی. و عود با عین یعنی بازگشت، معاودت یا اعاده یعنی بازگرداندن، معاودت هم. بنابراین وقتی میگیم تجدد و عود یعنی بازگشت و نو شدن. جوهر نقص، جوهر یعنی اون ماده و اصل هر چیز هست و نقص یعنی ناقص بودن. بنابراین جوهر نقص یعنی وجود ناقص، وجودی که هنوز به کمال خودش نائل نشده. ماهیت ناسوتیه باز یعنی حقیقت پست، حقیقت دنیوی، حقیقتی که از اون درجات کمال به دور هست. با اصطلاح دیگری در این فصل ما داریم شجره زقوم، شجره که میدونید یعنی درخت، زقوم هم یعنی تلخ. بنابراین شجره زقوم یعنی درختی که میوه تلخ به بار بیاره. و شعر در این زمینه ابیات زیادی هم هست. ما در ادبیات فارسی داریم درختی که تلخ است وی را سرشت، گرش برنشانی به باغ بهشت، ور از جوی خلدش به هنگام آب، به بیخ انگبین ریزی و شهد ناب، سرانجام گوهر به بار آورد، همان میوه تلخ بار آورد. بنابراین وقتی یک کلمه را اشاره می‌کنم به شجره زقوم، یعنی درختی که میوه تلخ به بار میاره و قابل استفاده برای انسان است. در مقابل شجره طیبه داریم، یعنی درختی که پاک است، میوه پاک و میوه خوب به بار میاره. و منظور از شجره طیبه اون حقیقت ناب، حقیقت ناب وجود انسان، اون وجودی که به خلوص و صفای کامل رسیده. مورث یعنی ارث گذارنده و به وجود آورنده. ما در اینجا اصطلاح تیاسفی ها رو داریم. تیاسفی ها کسانی هستند که به اصطلاح در کلمه عربی است تیاسفی، صوف یعنی علم و صوف یعنی دوستدار علم، تیا یعنی مسائل عرفانی و مابعد الطبیعه. بنابراین تیاسفی یعنی کسانی که دوستدار عرفان هستند یا اهل عرفان یا به عبارت ساده تر عرفا. ما در اینجا دو اصطلاح قوس صعود و قوس نزول رو داریم. قوس صعود یعنی منحنی تکاملی، اون مرحله تکاملی است که افراد باید طی بکنن و اوج بگیرن، که اصطلاح دیگرش برای قوس صعودی قوس اختراع هست. اختراع به معنی به وجود آوردن وجود جدید. بنابراین قوس صعودی یعنی انسان به در انحنای تکاملی خودش مرتب به سوی تکامل میره و یک موجود جدید از او به وجود میاد، یعنی اختراع میشه. در مقابلش قوس نزولی هست، یعنی انحنای فرو رفتن، انحنای فرو پاشیدن و از هم پاشیدگی
و فروریختگی که اصطلاحاً به او ابداع میگویند. بنابراین وقتی میگیم اختراع یعنی قوس تکاملی و بالا رفتن و بهتر شدن، ابداع که میگیم یعنی قوس نزولی یعنی پایین رفتن، به انحطاط رفتن و به طرف فنا رسیدن. دو اصطلاح کرات و مرات یعنی مکرر. مکرر از همین میاد، کرات و مرات وقتی میگیم یعنی این امری است که تکرار میشه، مرتب به وجود میاد. مرآت یعنی آینه، سطوع سین و تین یعنی درخشان، درخشندگی، درخشان شدن. واژه مدققین رو داریم. مدققین یعنی کسانی که تحقیق و دقت میکنن در هر علمی، یا پژوهشگران، کسانی که تفحص و تفرس میکنن در هر رشته‌ای. حرکت قهقری یا قهقرایی همون حرکت به عقب یعنی پس رفت، یعنی به گذشته برگشتن. کمون یعنی نهان و پنهان. همونطور که ملاحظه میکنید فصل بسیار دقیقی است و واژه‌های مشکلی داره که ناچار بودم ابتدا اینها رو به خدمتتون عرض کنم تا بتونیم به نتیجه برسیم. در همچنین دنباله واژه‌های این فصل، انبات هست یعنی از نبات میاد، نبته یعنی رشد کردن و رویدن. انعدام هست یعنی نابود شدن، محو شدن. مستحیل یعنی غیر ممکن. ملعبه یعنی بازیچه، اسباب بازی. سبیانم یعنی بچه ها. ملعبه سبیان یعنی موجب مویه بازی بچه ها یا اسباب بازی بچه ها. ذهاب و عیاب یعنی رفت و آمد. آیه سبحان رب کر رب العزت اما یصفون در اینجا هست که معنیش این است که خدای تو خدایی است که از آنچه درباره اش گفته می شود هم بزرگتره، یعنی لا یوسف، قابل وصف نیست، هرچه بگویند باز او برتر از اونه. عقول قصیره یعنی صاحبان عقل کم یا نادانان یا کم فهمان، کاهلان. طبقات تسعه، طبقات تسعه، تسعه میدونی یعنی نقانه. طبقات تسعه در قدیم جغرافیای بطلمیوسی بود که در کتاب‌های آسمانی مثل انجیل و اینها هم از او تبعیت شده. معتقد بودن که آسمان به صورت یک گنبدی، یک سقفی، سقف یک گنبدی وجود داره، خورشید در مرکز او هست و این 9 طبقه داره و در هر طبقه یک مقدار ستاره و عرض کنم که موجودات سماوی هستند و بعد در مرکز این طبقات تسعه یا نهگانه زمین قرار داره. خدا در مرکز عالم در اون بالا هست و ناظر به اعمال انسان ها هست در طبقه زمین، در کره زمین. بنابراین طبقات تسعه که میگن جغرافیای قدیم بوده است، جغرافیای یا فضاشناسی قدیم بود که این رو بطلمیوس آورده بود و قرنها وجود داشت. بعدها وقتی که کوپرنیک دوربین نجومی خودش رو اختراع کرد و به آسمان ها نگریست و گفت که کرات به جایی نچسبیدند و متحرک هستند و سقفی وجود نداره در بالای سر ما، که گرفتند و او رو سوزوندن و بعد 19 سال بعد از او گالیله و گالیله، منجم و استاد ریاضی دانشگاه فلورانس، دوباره همین مسئله رو مطرح کرد در ایتالیا. دوربین کوپرنیک رو بازسازی کرد و دوباره به آسمان ها نگریست. او رو هم بردن به محکمه تفتیش عقاید که چرا این حرف رو میزنی، چون عقیده بطلمیوس و جغرافیای بطلمیوس در سالها، قرنهاست که پذیرفته شده و در کتب آسمانی ما بوده. بنابراین طبقات تسعه منظور از نجوم بطلمیوسی است که یک امر مردود و رد شده ای هست در علم. دروز و نصیری دو گروه از تناسخیون هستند که زندگی رو مناسب به این جهان میدونن. اگه خاطرتون باشه در
مقدمه هم عرض کردم که تناسخیون بر دو قسمن، یه عده به جهان بعد معتقدن، ولی معتقدن که انسان مکرر به این عالم میاد و میره تا تصفیه بشه و بره به عالم بعد. گروه دیگر کسانی هستن که میگن غیر از این عالم عالم دیگری وجود نداره و بشر هم تو مرتب به این عالم برمیگرده تا یا به صورت کاملتر بشه یا به صورت پستر، و اینها رو دروز و نصیری دو گروهی هستن که این اعتقاد رو دارن. کون الهی یعنی عالم وجود، عبارت اصطلاح فعتبرو اولو الابصار یعنی پس پند بگیرید ای صاحبان بینش و صاحبان بصر و صاحب نظران، یعنی از یک امری که میشه پند گرفت باید صاحب نظران از اون عبرت بگیرن. صحف یعنی کتاب‌های آسمانی، سراج یعنی چراغ، لون یعنی رنگ، و علیک التحیه و الثنا یعنی که بر تو درود و ستایش فراوان باد. خب با این واژگان که امیدوارم که دوستانی که علاقمند هستن یادداشت فرموده باشن، پاراگراف 8 از فصل 81. و اگر گوییم که این تناسخ به جهت حصول کمال است تا ماده کسب صفا نماید و شفاف گردد و پرتو روح به منتهای کمال در او ظاهر شود، این نیز تصور محض است. چون خاطرتون باشه گروهی معتقدن که تناسخ میان به این عالم میرن تا بالاخره اون صفا و خلوص رو پیدا بکنن، میفرمان که این تصور محض یعنی باطله، زیرا بر فرض تصدیق این مطلب در تجدد و عود تغییر ماهیت ممکن نه، زیرا جوهر نقص به عود و رجوع حقیقت کمال نگردد. میفرمان این که بگیم به این عالم میان میرن تا بالاخره کامل بشن و صفا پیدا کنن و خلوص پیدا کنن، این امر باطله، یه تصور مرزه، برای اینکه اگر یه چیزی ناقص باشه با برگشت و رفت و اینها کمال پیدا نمیکنه، همچنان ناقص میمونه. این موجود بی چیز با رفت و آمد کمال پیدا نمیکنه، زیرا جوهر نقص به عود و رجوع یعنی به رفت و آمد حقیقت کمال نگردد، ظلمت صرف به عود و رجوع مصدر نور نشود. وقتی تاریکی کامل هست هی بره و بیاد، این تاریکی نور پیدا نمیکنه، روشن نمیشه، نورانی نمیشه. بنابراین انسانی هم که ناقصه هی به این عالم بره و بیاد، قرار نیست به کمال برسه. این رد اون فلسفه تناسخیونه. شجره زقوم آنچه تکرر یابد ثمر شیرین ندهد، و شجره طیبه هرچه عود کند میوه تلخ به بار نیاورد. درخت تلخ هم هی بکارید از نو، این دیگه قرار نیست شیرین بشه یا میوه خوب بده. یه همچنین درختی که میوه خوب میده به مجرد این که بارها کاشته بشه و دوباره در بیاد، میوهش از اون حلاوت و شیرینی از بین نمیره، اون همچنان هست. پس معلوم شد که تکرر و رجوع به عالم ناسوتی مورس کمال نشود. اینکه گفتن هی برن و بیان تا اینجا به کمال برسن، چنین چیزی اتفاق نمیفته و این تصور را برهان و دلیلی نه، عبارت از افکار است، فقط فکر کردن، وگرنه هیچ دلیل منطقی بر این بحث وجود نداره، بلکه مدار حصول کمال فی الحقیقه فیض پروردگار. اگر بخوایم ما به کمال برسیم باید از فیض الهی بهره مند بشیم، نه از رفت آمده مکرر به این عالم. حضرات تیاسفی ها یعنی عرفا برانند که انسان در قوس صعود به کرات و مرات عود و رجوع نماید تا اینکه به مرکز اعلا رسد، در آن مقام ماده مرآت صافی شود و انوار روح به نهایت قوت سطوع کند و کمال ذاتی حاصل گردد. فرمان حتی عرفا هم معتقدن که قوس صعودی رو انسان به کرات ممکنه که به مرحله کمال برسه تا اینکه بالاخره به اوج خودش برسه و در اونجا مرآت صافی یعنی آینه صاف بشه و انوار روح به نهایت قوت سطوع کنه، یعنی نور الهی در انسان بتابد و کمال ذاتی حاصل گردد. حال آنکه مسلم مدققین مسائل الهی است که عوالم جسمانی به نهایت قوس نزول
منتهی گردد و مقام انسان نهایت قوس نزول و بدایت قوس صعود است که مقابل مرکز اعلاست. یعنی میفهمن که کسانی که در مسائل الهی تحقیق کردن، پژوهشگران، اصلا به این حرف عرفا رو قبول ندارن که انسان قوس صعودی میره اینقدر تا بره به کمال برسه، بلکه برعکس میگن که عوالم جسمانی به نهایت قوس نزول منتهی گردد، بالاخره به عوامل جسمانی و غیر روحانی قوس نزولی رو طی میکنه، به پایین میره و مقام انسان نهایت قوس نزول، یعنی انسان در نهایت افتادگی و پایین فرو تنی یا فرو دستی هست، نهایت قوس نزول و بدایت قوس صعود و تازه اول انحنای رشد هست. یعنی انسان در یه جای دیگه است با حالا میفهمن انسان در نهایت شب و بدایت صبح هست. اینجا ملزم میگن در نهایت قوس نزوله، یعنی دیگه در حالت پسترین و بدترینه، و آغاز قوس نزول، آغاز صعود، آغاز بالا رفتن که مقابل مرکز اعلاست. یعنی اینجا دیگه در برابر اون نقطه اعلاست، ابتدای قوس صعود. دیگر از بدایت تا نهایت قوس صعود مراتب روحانیه است. یکی دیگه از این که میفهمن انسان در نهایت قوس نزول و بدایت قوس صعود، میفهمن دیگر از بدایت تا نهایت قوس صعود، یعنی از پایین ترین درجه تا بالاترین درجه، مراتب روحانیه است. یعنی انسان تازه به اوج جسمانیات خودش رسیده، در بدایت قوس صعود، بدایت روحانیت، در ابتدای کشف و شهود روحانی و سفر روحانی است که به مرکز اعلا برسه. قوس نزول را ابداع خوانند و قوس صعود را اختراع نامند، که خدمتتون عرض کردم. قوس نزول به جسمانیات منتهی گردد و قوس صعود به روحانیات. آنچه که تدنی میکنه و پایین میره قوس نزولی داره، اون جسمانیات هست، و قوس صعود به طرف تکامل روحی و روحانی هست. و نوک پرگار در ترسیم دائره حرکت قهقری ننماید، زیرا منافی حرکت طبیعی و نظم الهی است و الا انتظام دائره برهم خورد. اینجا مثال میفرمند شما این وقتی پرگار رو میذارید و میخواهید یه دائره رو بکشید، باید همینطور به این ترتیب پیش برید، نمیتونید وسط راه برگردونید، چون اگر وسط راه برگردونید نظم این دائره به هم میخوره. به همین دلیله که ما میگیم که این که برن و بیان اینا وجود نداره، انسان در نهایت قوس نزول و بدایت قوس صعود که تازه از جسمانیات داره میاد بیرون، یه خود به مراحل و مراتب روحانی میرسه. از این گذشته پاراگراف دهمی، از این گذشته عالم ناسوتی را چندان قدر و مزیتی نه که انسان بعد از نجات از این قفس دوباره آرزوی این دام نماید. خیلی زیبا میفرمان. دلیل دیگه میفرمان، یعنی این که اینا اینجان بعد میرن و میان به این عالم تا کمال پیدا کنن، اینا اولا با رفت آمد کمالی پیدا نمیشه، اونی که ناقصه ناقصه و قرار نیست با رفت آمد کنه. ثانیاً دلیل دیگر این است که این عالم هم که مرکز هزار جور گرفتاری و بلایاست، خبری نیست که بخوان برگردن. عالم ناسوتی را چندان قدر و مزیتی نه که انسان بعد از نجات از این قفس، این زندگی قفس برای روح ما، دوباره بخواد به این دام برگرده، بلکه به فیض ابدی استعداد و قابلیت حقیقت انسان به سیر در مراتب وجود ظاهر و عیان گردد، نه به تکرر. در واقع اون قابلیت انسان و اون کمال انسان به سیر در مراتب وجود، در مراتبی که بارها عرض کردیم، مراتب وجود، مراتب چهارگانه وجود و خدمتتون عرض کردم، در سفر در این مراتب انسان به کمال خودش میرسه، نه به تکرر و رجوع، نه اینکه مکرر بخواد بیاد و بره، بلکه باید این قوس نزولی، قوس صعودی رو به طرف روحانیات طی کنه. این صدف هر در و خزف که در کمون دارد، چون یک مرتبه دهان گشاید ظاهر و عیان شود
و این گیاه چون یک مرتبه بروید خار یا گل ببارد، احتیاج به انبات ثانی نیست. صدف رو وقتی باز میکنید، اگر توش در رو مروارید باشه میاد، اگر هم توش خزف و گیاه هرزه باشه اونم ظاهر میشه. حالا چند بار این صدفه بره و بیاد، برای نیست خزف تبدیل به در و مرجان بشه یا بالعکس. و همچنین گیاهی هم که میکارید اگر گل به بار آورد هر بار بکارید گل و اگر خارستان دیگه قرار نیست تبدیل به گل بشه. بنابراین این تکرر و این رفت و آمدهایی که تناسخیون بهش معتقدند قرار نیست اتفاق نتیجه به بار بیاره. احتیاج به انبات ثانی نیست، یعنی دوباره لازم نیست اون گیاه رو بروید، اون خودش میروید. و از این گذشته سیر و حرکت در عوالم به خط مستقیم بر نظم طبیعی سبب وجود است و حرکت منافی نظم و وضع طبیعی سبب انعدام است. همونطور که پرگار رو در یک مسیر باید بگردونی نمیتونیم برگردونی، میفهمن در این سیر به کمال هم حرکت به صورت طبیعی باید به جلو باشه و به بالا باشه، نه اینکه بره بیاد و برگرده. وگرنه اگر بخواد رفت آمد بشه این سبب انعدام به نابودی منجر میشه. و رجوع روح بعد از صعود منافی حرکت طبیعی و مخالف نظم الهی. این که میگیم انسان میمیره، بدنش میمیره و روحش دوباره برمیگرده به عالم، رجوع روح بعد از صعود منافی حرکت طبیعی و مخالف نظم الهی. چنین چیزی امکان نداره. لحاظا از رجوع حصول و وجود ممتنع و مستحیل. بنابراین میفهمه این که تناسخی رو معتقدن که برگردن آدم ها یا روحشون به این عالم تا دوباره صاف بشن مستحیله، غیر ممکنه، محاله. مانند آن است که انسان بعد از خلاصی از عالم رحم دوباره به عالم رحم رجوع نماید، مثل بچه ای که آمد بیرون دوباره بگیم قراره برگرده تو رحم تا رشد کنه، این غیر ممکنه. ملاحظه نمایید که اهل تناسخ و تواسخ را چه تصور سست. جسم را ظرف شمرند و روح را مظروف دانند. اینا فکر می‌کنن که یادتون باشه ما معتقدیم که روح مظروفه، یعنی در ظرفی جا گرفته که جسم ما هست و این جسم رو احاطه کرده است. و اینجا میفهمند که ملاحظه هم که اهل تناسخ و تواسخ چطوره؟ جسم را ظرف شمرند و روح را مظروف دانند، مانند آب و جام. یعنی فکر میکنن که روح در جسم قرار داده، مثل آبی که در گیلاسی در لیوانی باشه. این آب از این جام فراغت نمود و در جام دیگر عود کرد، این تصور ملعبه سبیان است. اگر این لیوان رو بزنید بشکنید این آب قرار نیست دوباره بره توی لیوان دیگه، اونطوری که تناسخی رو میگن که روح برمیگرده میره توی جسم دیگه. وقتی که روح آزاد شد از قید بدن دیگه سیر تکاملی خودش رو در پیش میگیره، نه اینکه دوباره برگرده توی قفس دیگه توی بدن دیگه. این تصور ملعبه سبیان است، حرف بچگانه است. آنقدر ملاحظه نکنند که روح از مجردات است و دخول و خروج ندارد. ما نمیتونیم بگیم روح داخل بدنه، بنابراین از این بدن که رفت دوباره میره داخل یه بدن دیگه. میفهمم روح مجرده، مثل هواست. شما هوا رو نمیتونید بگید که هوا در این اتاق مثلا محبوسه، چون همه جا هست. به تعلق به یک ظرف مشخصی نداره. روح هم این گونه است، مجرده و تعلق پیدا میکنه به بدن ولی در او قرار نمیگیره که داخل اون باشه. تعلق به تنم به تن مانند آفتاب به آینه حاصل نماید و اگر چنانچه روح به سبب تکرر رجوع به عالم جسمانی قطع مراتب نماید و کمال ذاتی یابد، بهتر آن بود که پروردگار روح را امتداد حیات در عالم جسمانی میداد تا اکتساب کمالات و فیوزات مینمود. لزوم چشیدن جام هلاک و حصول حیات ثانی نبود. دقت بفرمایید، نهایت اینا میفهمن روح تعلق میگیره، مثل خورشید که به آینه میتابه، یعنی به او تعلق گرفته ولی جا نگرفته، زندانی آینه نشده که اگر آینه بشکنه روح بلند شه از اینجا بیاد بیرون بره توی آینه دیگه.
رو همه جا هست، آفتاب همه جا هست، رو همه، هوا همه جا هست. بنابراین اگر چنانچه رو به سبب تکرار رجوع به عالم جسمانی قطع مراتب نماید و کمال ذاتی یابد، یعنی اگر اون روحی بره و بیا تا به کمال برسه، بهتری نبود که پروردگار به روح یک حیاتی میداد در عالم جسمانی که در همینجا خودش ترقی کنه و دیگه احتیاجی به مرگ و یا هلاک برای قطع تعلق از این بدن و رسیدن به مراحل عرفانی در عالم دیگر نمی بود. و خب همونطور که عرض کردم، بحث بسیار پیچیده دقیقی است. ما هنوز تمام نکردیم این فصل رو. از شما دعوت میکنم که در هفته آینده به دنباله و قسمت پایانی مبحث تناسخ توجه بفرمایید. در خدمتتون هستم. روز و روزگارتون خوش.